درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 3 اکتبر 2023 میلادی برابر است با 11 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. همزمان با انتشار خبر سفر یک وزیر دیگر کابینه بنیامین نتانیاهو به عربستان سعودی، تنها در یک هفته رهبر جمهوری اسلامی عادی سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل را به شرط بندی روی اسب بازنده تشبیه کرد و آن را قماری محکوم به باخت خواند. علی خامنه ای روز سه‌شنبه 11 مهر ماه در دیدار با گروهی از مقامات جمهوری اسلامی و مهمانان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران به کشورهای منطقه هشدار داد از عادی سازی روابط با تل آویو ضرر خواهند کرد، زیرا اسرائیل رفتنی و در حال مرگ است. رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با بیان اینکه همه جنگ های منطقه عامل خارجی دارد گفت: بارها گفتیم که هیچ کس را به جنگ و اقدام نظامی تشویق نمی کنیم و از آن اجتناب هم می کنیم و یبدو دولت هایی که روابط با اسرائیل را عادی سازی کنند ضرر خواهند کرد. انتشار اظهارات والدین آرمیتا گراوان در مقابل دوربین یک رسانه حکومتی واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته و کاربران این واقعه را با کشته شدن مهسا امینی مقایسه کردند. آرمیتا گراوان، دختر 16 ساله آسیب دیده در متروی شهدا اهل کرمانشاه و دانش آموز کلاس 11 هنرستان دولتی اربت‌الوثقی در منطقه 11 تهران است. مادر و پدر آرمیتا گراوان روز سه‌شنبه 11 مهر ماه در مقابل دوربین خبرگزاری جمهوری اسلامی در اظهاراتی کوتاه درباره بیهوش شدن فرزندشان سخن گفتند و برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی این ویدیو را به اعترافات اجباری تعبیر کردند. مادر آرمیتا گراوان در این ویدیو میگوید: فکر کنم گفتند فشارش افتاده بود یا خلاصه چیزی، خورده زمین و سرش به لبه مترو خورده. پدرش هم تاکید میکند که دوستان آرمیتا در کنار او بودند و میگوید: ما دوربین ها را چک کردیم، نمیدانم حالا دخترها یکی جلویش و یکی عقبش ایستاده بودند. کاربران فضای مجازی به پخش این سخنان واکنش‌هایی نشان دادند و بنا به اظهارات برخی شهروندان، نیروهای لباس شخصی در اطراف بیمارستان پژ نیروی هوایی محل بستری آرمیتا مستقر شدند. هدیه کیمیایی روزنامه‌نگار گفته است که آرمیتا گراوان نام دختری است که به مانند مهسا به دلیل حجاب مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفته و به کما رفته و در این حال پدر و مادرش را جلوی دوربین آوردند تا ثابت کنند که مشکل حجاب نبوده، اما از شواهد در ویدیو پیداست که مادر تحت فشار است. از سوی دیگر یک منبع مطلع خبر داد که بیمار در حالت کما و با کد 99 به بیمارستان تحویل داده شده است. کد 99 در حوزه بهداشت و درمان به معنی آن است که فرد دچار ایست ضربان قلب یا تنفس شده و نیاز به CPR دارد. این منبع میگوید که در فرم‌های اورژانس تهران علت این اتفاق سقوط از سطح همتراز و علائم هتراما یعنی ضربه به سر ذکر شده است. یک خبرگزاری حکومتی در ایران با تایید گزارش‌ها مبنی بر دزدیدن یک دکل نفتی در استان خوزستان ادعا کرد که دکل به سرقت رفته یکی از دکل‌های متعلق به شرکت‌های خصوصی بابک زنجانی است. بنا به گزارش‌های شهروندی، این دکل نفتی در 70 کیلومتری جاده اهواز به هفتکل توسط افراد ناشناس در طول یک هفته تکه تکه شده و به غارت رفته است. در این رابطه یک ویدیو در پیام رسان ایکس منتشر شده و گفته شده که این دکل دارای وسایل و موتورهای پیشرفته بوده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه با تایید این خبر به نقل از شاهدان عینی اعلام کرد که پلاک تریلی هایی که قطعات این دکل را حمل و جابجا کردند متعلق به تهران بوده است. این رسانه حکومتی همچنین با بیان اینکه مدیران مناطق نفتی و ملی حفاری تمایلی برای موضع‌گیری درباره این خبر ندارند، نوشت که آنها به صورت غیررسمی انتصاب این دکل به خود را نفی کردند. میثم شرفی، فعال حوزه نفت و انرژی، در واکنش به این خبر با بازنشر ضرب المثل اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است در پیام رسان ایکس نوشت: بعد از دکل نفتی دزدی در دولت احمدی نژاد
اکنون شاهد دکل نفتی دزدی در دولت رئیسی هستیم. سمیرا احمدی از فعالان مدنی شهر سقز برای اعترافات اجباری علیه خود تحت فشار شدید قرار دارد. سازمان حقوق بشری هنگاه ضمن اعلام این خبر نوشت که این فعال مدنی از 22 روز پیش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر سقز بازداشت است. 22 شهریور ماه سال 1401 نیروهای امنیتی با هجوم به منزل سمیرا احمدی و بدون ارائه هیچ حکم قضایی او را بازداشت کردند. بازداشت این فعال مدنی توأم با خشونت بوده است. تا روزهای منتهی به سال روز قتل حکومتی مهسا امینی، چندین تن از فعالان مدنی شهر سقز توسط ماموران نهادهای امنیتی با خشونت بازداشت شدند. در حالی که بانک مرکزی گمان زنی ها درباره اسامی بانک ها و مؤسسات اعتباری در آستانه انحلال را تکذیب کرده، اما برخی گزارش های رسانه‌ای از بانک سرمایه و دو مؤسسه مالی و اعتباری نور و کاسپیان به عنوان بانک و مؤسسات در آستانه انحلال نام بردند. پیش از این رسانه ها خبر قطعی شدن انحلال مؤسسه اعتباری توسعه را هم منتشر کرده بودند. در روزهای اخیر مهدی اطوان مدیر نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی گفته بود که هم اکنون 3 مؤسسه و 1 بانک هم در آستانه حل و فصل نهایی قرار دارند. پیش از این از بانک آینده به عنوان یکی از بانک های منتظر ببخشید یکی از بانک های مد نظر بانک مرکزی برای انحلال یا ادغام نام برده می شد که با تنزیل مسئولان بانک مرکزی روبرو شد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف روز دوشنبه 10 مهر ماه اعلام کرد که تعدادی از اعضای شورای مرکزی این انجمن در این روز به دفتر پیگیری اطلاعات احضار شدند. کانال تلگرامی شریف تودی هم که رویدادهای این دانشگاه را پوشش می‌دهد، گزارش داد که طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همزمان با سالگرد حمله 10 مهر ماه سال 1401 نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف، تعدادی از فعالان دانشجویی این دانشگاه با تماس‌های تلفنی ناشناس به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند. در این گزارش تاکید شده که اقدام نیروهای وزارت اطلاعات در تماس‌های تلفنی ناشناس و احضار غیرقانونی دانشجویان فقط شامل اعضای تشکل‌های سیاسی دانشجویی چون انجمن اسلامی دانشگاه شریف نیست و برخی از اعضای شورای صنفی دانشجویان و تعدادی از اعضای انجمن‌های علمی دانشگاه شریف هم توسط نیروهای وزارت اطلاعات احضار شدند. از سوی دیگر موج تعلیق و اخراج استادان دانشگاه ایران هم همچنان ادامه دارد. خبرنامه امیرکبیر در همین خصوص گزارش داد که مقامات این دانشگاه بعد از اخراج محمد مهدی لطفی هروی و سارا ملکان از دانشکده مدیریت دانشگاه امیرکبیر در تازه ترین مورد الهام چشمی خانی استادیار معماری و شبکه های کامپیوتر این دانشگاه را هم تعلیق کردند. در این گزارش تاکید شده که دلیل تعلیق الهام چشمی خانی حمایت این استاد دانشگاه از دانشجویان معترض و تشکیل پرونده توسط حراست برای او در هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی است. بینندگان هشمن، در این لحظه توجه شما را به پایان های بازم داشت. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن.
فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبان های فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ایت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در پی لغو بازی الاتحاد و سپاهان به دلیل وجود مجسمه قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهان، یک برنامه ورزشی سعودی خبر داد که یک روز پیش از مسابقه از مسئولان سپاهان خواسته شده بود که مجسمه را بردارند. بازی دو تیم سپاهان و الاتحاد در چارچوب رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا قرار بود که در شامگاه دوشنبه برگزار شود، اما تیم الاتحاد از حضور در زمین ورزشگاه امتناع کرد و سپس با ترک ورزشگاه به سمت فرودگاه اصفهان رفت. در پی انتشار تصاویری که نشان می‌داد تیم الاتحاد روز پیش از بازی در همان ورزشگاه تمرین می‌کرده، برنامه ورزشی سعودی اکشن به نقل از منبع خبر داد که تیم الاتحاد یک روز پیش از مسابقه از مسئولان سپاهان درخواست کرده بود که مجسمه قاسم سلیمانی را از کنار زمین بردارند و آنها هم قول دادند که این اقدام صورت می‌گیرد. به گفته این برنامه پرطرفدار سعودی، بعد از ادامه حضور مجسمه این درخواست دوباره در روز مسابقه هم مطرح شده اما اقدامی صورت نگرفته. در این برنامه گفته شده که فدراسیون فوتبال ایران در تماسی با فدراسیون عربستان گفته که مسئول این حادثه نیست و تصمیم گیری با سپاهان اصفهان بوده است. این در حالی است که محمد رضا ساکت، مدیر عامل سپاهان، پیشتر به برنامه فوتبال برتر تلویحاً گفت که اگر خواسته الاتحاد برای برداشتن مجسمه پیش از ورود تماشاگران اعلام می‌شد، آن را حذف می‌کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روز دوشنبه به طور داوطلبانه در جلسه آغازین محاکمه یک پرونده معدنی خود در دادگاهی در نیویورک حاضر شد. او در این دادگاه متهم است که در مورد ارزش دارایی‌های املاک خود تقلب کرده و ارزش آنها را
بیش از رقم واقعی اعلام کرده تا با این کار سود مالی ببرد. ترامپ پیش از ورود به جلسه دادگاه، قاضی رسیدگی کننده به پرونده و دادستان کل ایالت نیویورک را هدف انتقادات شدید قرار داد. ترامپ درباره این پرونده گفت: این یک کلاهبرداری است، این یک چیز ساختگی است. او قاضی آرتور انگرون را، یک قاضی سرکش و دادستان کل نیویورک، لتیتیا جیمز را که سیاه پوست است، نژاد پرست خواند. قاضی انگرون پیشتر حکم داده که رئیس جمهوری سابق آمریکا در شرکت املاک سازمان ترامپ کلاهبرداری کرده است. دادستان نیویورک هم می‌خواهد که ترامپ را 250 میلیون دلار جریمه و همچنین او را از تجارت در این ایالت منع کند. ترامپ این پرونده را که علیه او دو پسر بزرگسالش و شرکت سازمان ترامپ است، مایه شرمساری خواند. دونالد ترامپ گفت که هدف این پرونده جلوگیری از رسیدن دوباره او به مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال 2024 است. بر اساس نظرسنجی های سراسری، ترامپ در حال حاضر با اختلاف بسیار از دیگر نامزدهایی که میخواهند کاندید نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری باشند، جلوتر است. لتیتیا جیمز به خبرنگاران گفت دونالد ترامپ و سایر متهمان به طور مداوم و مکرر مرتکب کلاهبرداری شدند. پیام من ساده است: مهم نیست که چقدر قدرتمند هستید، مهم است که چقدر مهم نیست که چقدر پول دارید. هیچ کس بالاتر از قانون نیست. عدالت دست بالا را دارد. تگران بالایان، فرستاده ارمنستان در اتحادیه اروپا، از این اتحادیه خواست که آذربایجان را به دلیل حمله نظامی به قره‌باغ تحریم کند. به همچنین هشدار داد که اگر غرب اقداماتی قاطع انجام ندهد، باکو ممکن است که به زودی به ارمنستان حمله کند. بالایان روز دوشنبه 10 مهر ماه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که اتحادیه اروپا میتواند از طریق اقداماتی نظیر قرار دادن سقف به قیمت روی نفت و گاز آذربایجان و تعلیق مذاکرات با باکو، حکومت جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار بدهد. قرار است که کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، هم روز سه‌شنبه 11 مهر ماه برای اعلام حمایت این کشور از ارمنستان به اروان سفر کند. او در این سفر با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار خواهد کرد. باب منندز، سناتور دموکرات نیوجرسی، قرار است که 6 ماه می به اتهام فساد مالی محاکمه شود. منندز که خود را بیگناه می دارد، متهم شده که از 3 بازرگان نیوجرسی رشوه گرفته است. به گزارش رویترز، سیدنستان، قاضی منطقه ایالات متحده، به دادستان‌ها اجازه داده تا مدارک کیفرخواست را برای بررسی‌های حقوقی به وکلای مدافع منندز تحویل بدهند. این سومین بار است که منندز با تحقیقات دادستان‌های فدرال روبرو می‌شود، اما هرگز محکوم نشده است. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که منندز و همسرش در ازای استفاده از نفوذ خود برای کمک به دولت مصر و مانع تراشی در تحقیقات اجرای قانون مربوط به بازرگانان، شمش‌های طلا و مقادیر زیادی پول نقد دریافت کردند. همزمان همسر باب منندز و بازرگانان متهم در این پرونده هم اعلام بیگناهی کردند. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ، در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. من عاشق سفر کردنم. همیشه هم دوست دارم با یه پول پشتی سبک سفر کنم. اوه، این چیه؟ شاید باورتون نشه، ولی من با این میتونم یه قسمتی از هزینه‌های سفرم هم در بیارم. بیاین بهتون یاد بدم شما هم چجوری میتونین هم سفر کنین هم پول در بیارین. کافیه اپلیکیشن پسنجر رو فور فری دانلود کنین و ببینین تو شهر شما چه کسایی بسته‌هایی رو به مقصدی که شما دارین به اونجا سفر میکنین میخوان بفرستن.
حالا وارد اپلیکیشن پسنجر بشین و لیست تمام بسته های موجود رو ببینین. با انتخاب مبدأ و مقصد لیست بارهایی که میتونین هم بکنین برای شما نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر صفحه ما رو در اینستاگرام به آدرس Find My Passenger فالو کنید. با پسنجر تو سفر بعدی قسمتی از هزینه هاتون رو کاور کنین. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. جایزه نوبل فیزیک امسال به روشی برای ثبت کوتاه‌ترین لحظه ها رسید. این جایزه به سه دانشمند پیر اگوستینی، وانس کراس و آن لویلی تعلق گرفت. کار این دانشمندان نشان دادن روشی برای ایجاد پالس های بسیار کوتاه مدت نور است که از آنها میتوان برای ثبت و مطالعه فرایند های سریع درون اتم استفاده کرد. این جایزه 11 میلیون کرون سوئد 824 هزار پوند است که بین سه برنده تقسیم می شود. آکادمی سلطنتی علوم سوئد گفت که این سه فیزیکدان توانستند پارس‌های نور با عمری چنان کوتاه تولید کنند که باید آن را با آتوثانیه اندازه‌گیری کرد. بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در رادیو فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.